استودیوی سانتا مونیکا در سالهای اخیر دستاوردهای بزرگی رو با سری گاداوار کسب کرد، اما یکی از مهمترین اونها خلق مبارزاتی حماسی و شگفت‌انگیز بوده که همیشه مورد توجه طرفداران قدیمی و جدید سری قرار گرفته. به راحتی میشه گفت که این باس فایت ها حالا به بخش مهمی از هویت مجموعه تبدیل شده. به لطف انتخاب ستینگ داستانی هوشمندانه برای سری، دست سازندگان برای طراحی مبارزات حماسی و بزرگ در هر نسخه باز بوده که باعث شده این باس فایت ها برخی از به یاد موندنی ترین لحظات هر بازی رو تشکیل بده. امروز قصد داریم تا با نگاهی به گذشته 10 مورد از حماسی ترین باس فایت های سری خدای جنگ رو با هم مرور کنیم. پس با ما همراه باشید و توجه داشته باشید که این ویدیو شامل اسپویل داستانیه. شاید باس فایت نهایی بازی گاد آف وار چینز آف اولیمپوس نسبت به سایر لحظات حماسی نسخه های شماره دار سری کمتر مورد توجه قرار گرفته باشه، اما باس فایت پرسفون تمام اون چیزی که از یک مبارزه بزرگ در سری گاد آف وار انتظار دارید رو در خودش جای داده. از زمین چینی عالی پیش از آغاز نبرد گرفته تا صحنه های سینمایی معرکه معروف سری و صد البته رویارویی مستقیم با الهه جهان زیرین و اطلس، تقریبا تمام المان‌های لازم به خوبی در کنار هم قرار می‌گیرند تا یک باس فایت جذاب رو در پایان چینز آف اولیمپوس تجربه کنیم. همونطور که گفته شد این باس فایت معمولاً کمتر مورد توجه طرفداران قرار می‌گیره، اما با این وجود لیاقت حضور در بین لیست حماسی‌ترین مبارزات سری رو داره. بازی گاد آف وار گوستاف سپارتا کریتوس رو به سفری برای جستجوی برادر گمشدهش یعنی دیموس میفرسته، برادری که در چنگال تاناتوس بوده و سالهاست که توسط اون شکنجه میشه. دو برادر سپارتان بعد از متحد شدن با هم شانه به شانه در کنار هم میجنگن تا یکی از مهیج‌ترین مبارزات سری خدای جنگ شکل بگیره. بازیکن حتی به طور محدودی میتونه با فشار دادن یک کلید مخصوص از ضربات نیزه دیموس استفاده کنه که این موضوع به تنهایی مبارزه با خدای مرگ تاناتوس رو از سایر باس فایت های سری متمایز میکنه. اما اگر همه اینها کافی نبود، سازندگان در میانه نبرد حتی پا رو فراتر میگذارن. تاناتوس خیلی زود تبدیل به موجودی غول پیکر میشه که بخش بزرگی از تصویر رو به خودش اختصاص میده. خلق چنین باس فایت عظیمی، اون هم در عنوانی که بر روی یک کنسول دستی عرضه شده، واقعا یک دستاورد تحسین برانگیزه. یکی از معدود انتقاداتی که به نسخه 2018 خدای جنگ وارد شد مربوط به تعداد کم باس فایت های اون نسبت به سایر نسخه های سری بود. با این وجود رویارویی غیر منتظره با استرینجر یا همون بالدور قطعا طرفداران زیادی رو در هنگام تجربه بازی میخکوب میکنه. اودین فرزند نامیرای خودش رو به خانه کریتوس فرستاده تا در مورد موضوع به خصوصی اطلاعات به دست بیاره، اما لحظات کوتاهی بعد از ملاقات دو خدای قدرتمند مبارزه ای رخ میده که زمین رو میشکاف و کوه‌ها رو به لرزه در میاره. به واسطه سرعت بالای بالدور بازیکن به طور ناخودآگاه در استفاده از مکانیزم های مانند دفع ضربه با هر آموزش می‌بینه و در همین حال یک درگیری پرتنش و هیجان انگیز رو تجربه می‌کنه. همچنین نمیشه از طراحی کلی مرحله و کارگردانی سینمایی فوق‌العاده این باس فایت که بخش مهمی از اون به حساب میاد گذر کرد. همونطور که میدونید در ابتدای داستان مجموعه گاد آف وار این ایریسه که عنوان خدای جنگ رو یدک میکشه، اما ایریس در پایان باید با همون هیولایی که خودش اون رو خلق کرده یعنی کریتوس مقابله کنه.
باس فایت پایانی گاد آف وار 1 تنها یک مبارزه ساده با ویلن داستان نیست. کشتن ایریس نه تنها یک نقطه مهم در سفر کریتوس به عنوان شخصیت اصلی داستان به شمار میره، بلکه این رخداد آغازگر روندیه که به نابودی ابدی خدایان اولمپ نشین منجر میشه. در باس فایت نهایی کریتوس و ایریس اندازه قولاسایی دارند که این مبارزه رو به یکی از خاص‌ترین بخش‌های سری تبدیل می‌کنه. در پایان کریتوس به سختی پیروز میدان میشه و جایگاه خدای جنگ I was trying to make you a great warrior. You succeeded. هیولای چند سر هایدرا اولین باسیه که در مجموعه خدای جنگ در مقابلش قرار میگیریم. میشه گفت که تیم سازنده موفق شده تا با طراحی این مبارزه به بهترین شکل ممکن مخاطبان رو با اون چیزی که در طول بازی در انتظارشونه آشنا کنه. مبارزه با هایدرا یک مبارزه خونین و خشنه که به مقدار کافی بازیکن رو به چالش میکشه و از طرف دیگه شما رو با بخش‌های QTE یا همون قسمت‌های دکمه‌زنی هیجان‌انگیز سری آشنا می‌کنه. کریتوس با فرو کردن سر هایدرا در تیرک عمودی نصب شده بر روی کشتی به این مبارزه پایان میده تا بدین شکل یکی از به یاد موندنی ترین لحظات تاریخ مجموعه خدای جنگ خلق میشه. یک باس فایت دیگه که کریتوس در اون به نوعی در مقابل یکی از اعضای خانواده خودش قرار میگیره و اون رو به شکل وحشیانه‌ای به کام مرگ میفرسته. برخلاف اکثر بازهای شماره سوم، هرکول یک خدای کامل به شمار نمیره. اما این موضوع به هیچ عنوان از جذابیت باس فایت هرکول کم نمیکنه. برادر ناتنی کریتوس که کینه عمیقی ازش به دل داره، به قصد تحت تاثیر قرار دادن زئوس نبردی رو آغاز میکنه که واقعا شما رو به چالش میکشه. هرکول در این باس فایت درست همانند قهرمان قدرتمندی که از اون انتظار دارید با شما مبارزه میکنه. البته که روح اسپارتا قادره تا رقیب خودش رو از پا در بیاره، اما نکته قابل توجه مبارزه اینه که کریتوس کار هرکول رو با استفاده از دستکش‌های آهنی خودش یکسره میکنه و نحوه خشونت‌آمیز پایان بندی باس فایت احساس رضایت عجیبی رو برای بازیکن به همراه داره. باس فایت بعدی لیست هم به بازی گاد آف وار 3 تعلق داره. تو بار دیگه به یاد بیاریم که شماره سوم سری تا چه حد در این زمینه موفق عمل کرده. بلافاصله بعد از آغاز شدن گاد آف وار 3، سازنده ها با قرار دادن باس فایت پوسایدن به بازیکنان نشون میدن که از لحاظ بزرگی و مقیاس با چه نوع عنوانی طرفن. مبارزه با خدای دریاها دارای چندین استیج متنوع که حتی چند بخش پلتفرمینگ رو هم در بر داره. همه اینها در حالی اتفاق میفته که در پس زمینه تصویر نظارگر جنگ عظیمی بین خدایان و تایتان ها هستید و خود شما هم بر روی یک تایتان در حال صعود از کوه اولمپ قرار دارید. همچنین سازندگان به طور هوشمندانه لحظات پایانی نفس کشیدن پوسایدن رو از دید خود اون به شما نمایش میدن تا خشم بی انتهای کریتوس به بهترین شکل حس میشه. مبارزه کریتوس با باس کلوسس آف رودس بدون شک یکی از دستاوردهای فنی بزرگ سازندگان در دوران PS2 محسوب میشه. در مقدمه طوفانی بازی گاد آف وار 2، زئوس به مجسمه عظیم هلیوس، خدای خورشید، جان میبخشه و یک مبارزه طولانی و سراسر هیجان شکل میگیره. این باس فایت در حقیقت یک جدال نسبتاً طولانیه که شامل مبارزه مستقیم، دکمه زنی‌های سینماتیک خوش ساخت و حتی ورود به قسمت‌های داخلی بدنه باس و نابود کردن اجزای درونی اون میشه. تنوع بالایی که در طراحی این مبارزه حماسی وجود داره اون رو به یکی از برترین بازهای سری تبدیل میکنه. جالبه بدونید که تیم سازنده در واقع تا لحظات پایانی توسعه بازی بر روی بخش مقدمه و این باس فایت مشغول کار بوده که همین موضوع وسواس سانتا مونیکا برای خلق تجربه منحصر به فرد رو نشون میده. Placing all of his guards. This has nothing to do with her! It has everything to do with her! Put her down! As you wish.
به دست آوردن فرصت مبارزه با زئوس در بازی گاد آف وار 3 تمام اون چیزیه که در طول نسخه سوم سری منتظر اونی و باید گفت که تیم سازنده موفق شده تا بالاترین انتظارات بازیکنان رو برآورده کنه. در حالی که آتش کریتوس برای انتقام‌جویی به اوج خودش رسیده، پدر و پسر برای آخرین بار در مقابل هم قرار می‌گیرن تا یک بار برای همیشه به ماجرا پایان بدن. این باس فایت شامل برخی از خونین‌ترین لحظات سریه و پادشاه المپ با ترسناک‌ترین هیولای ممکن روبرو میشه. از دوئل کریتوس و زئوس در قالب یک نبرد پرهیاهوی دو بعدی تا ورود به قلب گایا و یک سفر درونی به اعماق ذهن کریتوس، همه و همه باعث میشن تا یک پایان حماسی لایق برای سگانه یونان خدای جنگ رقم بخوره. اگر مجبور باشیم که تنها یک بخش رو انتخاب کنیم تا به بهترین شکل ممکن عظمت و بزرگی باس فایت های مجموعه گاد آف وار رو در قالب یک مرحله نمایش بده، این بخش احتمالاً مبارزه کریتوس با کرونوس. در حین این مبارزه دوربین مدام به عقب کشیده میشه تا به یاد بیارید که کریتوس از لحاظ اندازه حتی با ناخن انگشتان کرونوس هم قابل مقایسه نیست. کرونوس یک تایتان عظیم و جسه است و از این رو بازیکن در حین این باس فایت با یک مرحله چند که شامل پلتفرمینگ و کشتن دشمنان کوچکتره روبرو میشه. اما روی هم رفته ترکیب تمام این المان‌ها بود. نحوه کشته شدن کرونوس در پایان باس فایت، بار دیگه توانایی‌های ویژه سانتا مونیکا در خلق سناریوهای اکشن دیوانه‌وار رو به ما نشون میده. کرونوس نه تنها حماسی ترین باس فایت تاریخ سری خدای جنگ محسوب میشه، بلکه میشه از اون به عنوان یکی از بزرگترین نبردها در میان تمام بازی‌ها هم یاد کرد. خب به پایان این آیتم رسیدیم. از نظر شما حماسی ترین باس فایت های مجموعه گاد آف وار کدوم ها بودن؟ نظرات خودتون رو در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید برای اطلاع از جدیدترین ویدیوها در حوزه سرگرمی حتما کانال یوتیوب بازی سنتر رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم بزنید.